چندی از انقلاب گذشته بود که خبر دادند که نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده و خانم مریم فیروز همسر او وارد شدند. تصاویری که تا اون زمان از اونا وجود داشت، آدم‌های جوانی بود. کیانوری مهندسی بود که چند تا جا از جمله بیمارستان زنان تهران رو که هنوز باقی است او نقشه داده بود و ساخته بود، جزء جوان‌های سران حزب توده بود و خیلی مشهور و در سالهای آخر هم شده بود دبیر کل. مریم فیروز هم که نام معروفی بود، اولین زنی بود که از جهت سیاسی حکم اعدام گرفته بود. اما این چیزی که ظاهر شد بعد از سالها تبعید، سالها زندگی در روسیه و بعد در آلمان، پیر بودن، هر دو پیر شده بودن، اومده بودن، ولی واقعش این است که با اومدن اونها حزب توده تشکیل جدی شد و خیلی ها تصورشون بر این بودش که چون کیانوری نوه شیخ فضل‌الله نوری هست و شیخ فضل‌الله نوری جز علمای سنتی ایران هست و از جهت انقلاب اسلامی جز شهدای تاریخ اسلام هست، به این دلیل احیانا رعایتی میشه. ولی واقعش این هستش که او یه سیاستی برگزید که سیاست تایید ضد امریکایی بودن یا ضد امپریالیستی بودن حکومت بود و به این ترتیب ماندگار شد. چیزی که تصور نمیرفت این بودش که 4 سال بعد یک شبی در تلویزیون نشسته ایم، دوربین تلویزیون باز می شود و چهره های بسیار مشهور حزب توده از جمله آقای کیانوری و احسان طبری و دیگران روی صفحه ظاهر می شن و اعتراف می کنن به جاسوسی و اعتراف می کنن به خیانت و شبیه این. این حادثه خود به تنهایی چیز عجیبی نبود، چرا که قبل از این حادثه هم بودند از رهبران حزب توده که بعد از اینکه گرفتار شدند و به زندان رفتند و توبه نامه نوشتند و از زندان اومدن بیرون، دکتر یزدی، دکتر بهرامی، دیگران بودند اینا. و بنابراین عجیب نبود اگر یه همچین اتفاقی افتاد. بسیاری از کسانی که ضد توده ای بودند این رو به حساب این گذاشتند که این جزء خصلت توده ای است. اما کیانوری جای مهمی در تاریخ حزب، در تاریخ ایران سیاسی پیدا کرد و اون اینکه انقدر موند که دوره طولانی زندانش رو تمام کرد و اومد بیرون و اعترافات و کتاب‌های جدیدی نوشت و توش نوشت و از جمله خطاب به رهبر انقلاب که ما شکنجه شدیم. هم همسر 80 و چند ساله او مریم فیروز و هم خودش. و به این ترتیب انگار که او اولین و آخرین رهبر حزب توده بود که گرچه کاری رو کرد که بقیه کرده بودن، ولی فرصت پیدا کرد که پای خودش بذاره لای در و دوباره یک آبرویی و یک اعتباری برگردونه به توده وفادار حزبی که اصولا در این منازعات شرکتی نداشتن و بیشترشون قربانی شدن.